سلام، چطوریم؟ به یک ویدیو دیگه از چنل من خیلی خیلی خوش اومدیم. برای کسایی که منو نمیشناسن، من فاطمه هستم، توی دانشگاه تورنتو در حال خوندن رشته مهندسی پزشکی به صورت فول فاند هستم و یک سال و تقریبا 6 ماه پیش به کانادا مهاجرت کردم به شهر تورنتو و توی این کانال راجع به تجربه خودم سلف دیولپمنت براتون توضیح میدم. پس با من همراه باشین. های، به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. موضوع ویدیوی امروزمون پیدا کردن دوست توی خارج از کشور هستش. برای کسایی که مهاجرت تحصیلی کردن، برای کسایی که کاری مهاجرت کردن یا کلا در یک کشور جدید زندگی میکنن و به یک زبان دیگه باید کار کنن، زندگی بکنن و پول در بیارن. من چند وقت پیش، یعنی مثلا شاید یکی دو سال پیش، فکر میکردم که اگه برم بهترین کشور، بهترین رشته رو بخونم، توی بهترین دانشگاه مقاله چاپ بکنم، چه میدونم پول داشته باشم، برای خودم فلان گجت رو بخرم، خوشحال میشم و دیگه چیزی از دنیا نمیخوام و اونطوری من به هپینس میرسم. اما بعد از اینکه یه مدتی گذشت، بعد از اینکه یه سری سختی ها رو کشیدم، یه سری آدم ها کنارم بودن و یه سری آدم ها کنارم نبودن، یه سری چیزای جدید رو یاد گرفتم و اونم اینه که برای اینکه خوشحال باشم، برای اینکه واقعا خوشبختی رو احساس بکنم، باید کنار کسایی باشم که کنارشون احساس آرامش میکنم، باید کنار دوستهای خوبم باشم. وقتی که مهاجرت میکنی، دوستات میشن خانواده‌ای که تو توی خارج از اون کشور برای خودت درست میکنی. حالا ممکنه یه سری خانواده خوبی نداشته باشن توی ایران، یعنی از جهتی که ممکنه تاکسیک بوده باشن و ممکنه هم هست که همون خطا رو اینجا هم توی پیدا کردن دوست انجام بدن و واسه همین هم هستش که امروز توی این ویدیو میخوام هم بهتون بگم که دوست خوب کیه و دوست بد کیه و هم میخوام بهتون بگم که چجوری دوست پیدا بکنیم. اگه بخوام دوست خوبو توی 3 تا ویژگی توصیف کنم، میگم دوست خوب کسیه که ساپورتیوه، از تصمیمات ما حمایت میکنه، ما رو همینطور ول نمیکنه، اگه میدونه میتونه کمکمون بکنه کمکمون میکنه. از اون طرف دوست خوب کسی هستش که به خط قرمزمون احترام میذاره. وقتی میدونی که نسبت به یه چیزی حساسیم، حواسش هست، دقیقاً پاشو نمیذاره روی همون چیزا. تا نکته بعدی هم اینه که میتونیم بهش اعتماد بکنیم. مثلا پشت سر بقیه خیلی صحبت نمیکنه، حرف جایی نمیبره و میدونه که اگه مثلا باش دردلی کردی پیش خودش نگه میداره. از اون طرف دوست صمیمی کسی هستش که این سه تا ویژگی رو داره. مثلا منیپولیتت میکنه، با ذهنت بازی میکنه، کاری میکنه که تو یه کاری انجام بدی که اصلا دلت نمیخواد انجام بدی، یا اینکه همش از بقیه حرف میزنه و اصلا حرفای تو رو پیش بقیه میبره. و اون طرف دیگه کسی که همیشه انرژی منفیه، یعنی اصلا تو نمیتونی کنارش بشینی و راجع به تصمیمات بزرگت باهاش صحبت بکنی، چون میدونین که قطعا میگه نه تو نمیتونی، تو بلد نیستی، اصلا امکان نداره که تو بدون دلیل و منطق، یعنی فقط میخواد به تو انرژی منفی رو تزریق بکنه و انرژی تو رو بمکه. پس اینا ویژگی های دوست خوب و دوست بد هستن و بهتره که یه موقع هایی ما تنها باشیم، اما با آدم هایی نباشیم که انرژی ما رو به میبرن، به خاطر اینکه ما انرژی رو محدوده، با من یک کسی که مهاجرت کرده سختی های زیاده داریم تحمل میکنیم. پس بهتره که با آدم هایی باشیم که این ویژگی های بد رو ندارن. ولی متاسفانه چیزی که هست اینه که خیلی از مواقع یه سری از رد فلگ ها رو ما تا وقتی که با اون آدم معاشرت نکنیم، باش مثلا سفر نریم، دو سه بار نشست و برخاست نداشته باشیم، متوجه نمیشیم. پس وقتی که ما تصمیم میگیریم کلن دوست پیدا بکنیم، احتمال داره که یه موقع هایی هم سوخ بدیم، یه موقع هایی هم یه چند ماه بگذره و یه فهمی که ایدل قافل فلانی که کلن خوبه من نمیخواسته، فقط باید شده که من ضعف کنم، پس رفت کنم. برای حل این داستان یک پیشنهادی که من دارم اینه که وقتی که دارین با کسی آشنا میشین، سعی بکنین که رفتارش رو تحت نظر داشته باشین. توی اون چند ماه اول به اون نفر خیلی وابسته نشین، خیلی همه چی رو شیر نکنین، چون تا اگر که یک نفر خیلی خوب باشه بازم نمیشین بگی صده. پس همیشه مواظب باشین و هر چیزی رو با هر کسی شیر نکنین. داشتن دوستای خوب خیلی میتونه بهت کمک بکنه، هم باعث میشه که وقتایی که دچار سختی و مشکلات میشی تنها نباشی، یه نفر باشه که ساپورتت بکنه، و هم باعث میشه که یه سری از تجربه ها دست جمعی بیشتر بهت خوش بگذره. و وقتی که واقعا جلوی بقیه خودت باشی و بتونی خودتو شیر بکنی باهاشون، احساس خیلی خیلی راحتی داری، انگار که ماسکی که باید سر کار داشته باشه میذاری کنار و خیلی راحت داری احساسات خودتو بیان میکنی.
برای من وقتی که دوستای خوب پیدا کردم، وقتی که تونستم وارد جمع‌هایی بشم که احساس تعلق بهشون کردم، خیلی حال بهتری داشتم. یکی از دلایلش این بود که توی موقعیت سختی از لحاظ کاری هستم، یعنی درسی کاری هستم، و خب نیاز به ساپورت داشتم، نیاز به این داشتم که یه جایی باشم که منو جاج نمی‌کنم، که میتونم باهاشون صحبت بکنم، که حالم باهاشون خوبه و جمع سالمی هم هستش. و میخوام بهتون بگم که چه جوری من تونستم دوست پیدا بکنم و چه جوری هم شما میتونید دوست پیدا بکنید توی خارج از کشور. نکته اول، اگر که میخواین کسی بهتون اپروش بکنه واسه اینکه باهاتون بخواد دوست بشه، باید اوپن باشین به اینکه کسی بهتون نزدیک بشه. و اولین گام واسه این کار اینه که برین تو محلی که یه نفر بهتون نزدیک شه. حالا منظورم از محل توی خارج از ایران منطقا بار و پاب و چون کلاب نیستش دیگه، اونجا مشخصا هدف دیگه بیشتر. منظورم از در واقع اون لوکیشن، مثلا توی کافه هست، مثلا توی متروه، وقتی که منتظری که اتوبوس بیاد، وقتی که دانشگاه نشستی، وقتی که سر کار موقع ناهارته یا کلا موقع استراحتته، اینجور مواقع تو میتونی به جای اینکه سرت همش تو گوشیت باشه یا مثلا هنسفری بذاری فقط داشتی آهنگ گوش میدی یا حالا هر چیز دیگه ای، به آدم ها نگاه بکنی، بهشون لبخند بزنی، سعی بکن که یه موقعی خود پیش قدم بشی، مثلا پرسی که سلام چطوری، راجع به آب و هوا نظر بده، راجع به یه چیزی نظر بدی که یهو مثلا طرف گارد نشه، مثلا راجع به جنگ یهو نظر نده، راجع به چیزی نظر بده که خیلی چیز جنرالی، مثلا آب و هوا، چیز تو محل کاری، مثلا یه چیز خیلی فانی که برات اتفاق افتاده امروز، و اینطوری باعث میشه که اون کانورسیشن سرش باز بشه و بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. پس اولین قدم اینه که شما اوپن باشین به اینکه رابطه های جدید رو شروع بکنین. یه برهه‌ای که اومد، این اولین برهه‌ای که اومده بودم توی کانادا، خیلی نسبت به این قضیه گارد داشتم، خصوصا نسبت به خارجی. احساس میکردم که الان میخوام منو مسخره بکنن که زبانم اونقدر خوب نیست، احساس میکردم که الان اونا همه خیلی بالاتر خودشون رو خیلی بالاتر از من میدونن. حتی نسبت به ایرانی ها هم احساس میکردم که بعضی هاشون اوردی توی سه گروه های دوستی بودن منو راه نمیدن، و خب این خوب نیست. بعد هم سوال کسایی که هیچ دوستی ندارن، یه جاهایی بله، یعنی یه سری آدم ها بودن که چون خودشون یه گروه دوستی داشتن نمیخواستن که من به اونا اضافه بشم به عنوان یک عضو، به عنوان کسی که حالا یه بار اومده دو بار اومده اوکی بود. و به نظرم حق دارن، هر کسی حق داره راجع به گروه دوستی خودش تصمیم بگیره. اما یه موقعهایی هم نه، یه موقعهایی اون گروه دیگری که وجود داشتن دوست داشتن که من بیام تو گروهشون، ولی من چون خودم احساس میکردم که نکنه این نخواد، خب این اتفاق هم نمیافتاد دیگه، یعنی مثلا من ناخودآگاه نمیرفتم داخل گروهشون. پس قدم اول اینه که شما خودتون در لوکیشن قرار بدین و فکر نکنین که الان آدم ها نمیخوان با شما دوستی بکنن. راهکار دوم واسه اینکه آدم های جدید رو بشناسیم و دوست پیدا بکنیم اینه که توی گروه هایی که مربوط به اکتیویتی مورد علاقتون هستن جوین بشید. مثلا توی فیسبوک همیشه، من چیزی که حالا تو کانادا دیدم دارم بهتون میگم، توی فیسبوک معمولا یه سری گروه هست برای مناطق مختلف جغرافیایی، مثلا برای داونتاون تورنتو یه گروه هست، برای چه میدونم هر لوکیشن یه گروه هست. شما میتونید توی اون گروه ها اگه میخواین برین یه حرکتی انجام بدین، از آدما بپرسین که کسی میخواد جوین بشه یا نه. مثلا میتونید بگین میخوام برم رانینگ انجام بدم، اگه کسی میخواد با هم دیگه بریم. یا مثلا میتونید بگی که من میخوام برم خرید، اگه کسی میخواد با هم دیگه بریم، مثلا چند فروشگاه لباس چیزی. یه کار دیگه اینه که توی اپلیکیشن میتاپ میتونید جوین بشین و اونجا هم یک عالمه گروه و یک عالمه ایونت، و میتونید همونجا که یک ایونتی جوین بشین و بچه ها برین بیرون، و اگه که حال کردین خب ادامه بدین، اگه نه دیگه خب اون گروه ادامه ندین، برین سراغ گروه بعدی. کم پیدا کردن دوست ممکن سخت باشه، اما اگه که دوست خوبی پیدا بکنین واقعا ارزش داره و براتون ماندگاره. پس مطمئنی بدونین اینو که دوست پیدا کردن ممکنه که یکم طول بکشه و یا موقع‌های سخت باشه، ولی شاید هم خوش شانس باشه دوستای خوبی سریع پیدا کنی. اینم هست. یه سری اپلیکیشن دیگه هم هست که توی یه سری از شهرها و کشورها خیلی کار آمدن برای پیدا کردن دوستا، یعنی برای پیدا کردن پارتنر دارم بهتون نمیگم، برای پیدا کردن دوستا دارم بهتون میگم. مثل مثلا بامبل که تو میتونی فرند توش پیدا بکنی، مثل مثلا فکر کنم شیطون هم اینطوریه، من خودم ندارمش ولی خب یکی از دوستان میگفتش که از توش یه دوست خیلی خوب پیدا کرده بود. و حالا اپلیکیشن های دیگه دوستیابی که به نظر اگه سرچ بکنین کلی پیدا میکنین، ولی نسبت به اینا گارد نداشته باشین، چون که همه کسایی که اونجا هستن دنبال دوست میگردن. پس خیلی خوبه دیگه، شما دو تاشون دنبال دوست میگردین، ما هم دیگه دوست میشین. شاید تو محیط عادی اگه دنبال دوست بگردین یه نفر دنبال دوست نگرده و این بنبست بخوره، اما تو اون شرایط چون دو تاتون یک علاقه دارین و یک در واقع هدف دارین راحت‌تر با هم دوست بشین. پس مثلا این اپلیکیشن هم گارد نداشته باشین.
یه کار دیگه که به نظرم اینم خیلی کارآمده شرکت کردن تو کلاس‌های مختلفه. مثلا میشین ببینین توی کلاس یوگا، توی باشگاه، توی چه می‌دونم کلاس‌های شعرخوانی، توی کلاس‌های یادگیری زبان‌های مختلف شرکت بکنین و همونجا هم آدم‌های زیادی بشناسین، چون اکثر کسایی که توی اینجور جاها مثلا تنهایی میان دوستان که دوست پیدا بکنن و چی بهتر از این که با کسی دوست بشی که علایقش مثل تو باشه و بتونین با هم دیگه اکتیویتی مشترک انجام بدین. حالا که سه تا نکته مهمو بهتون گفتم، میخوام یه یادآوری دیگه هم داشته باشم. روی اینکه یه موقعی ما تک و تنهایی و ممکنه که هیچ کس رو کنار خودمون نداشته باشیم. اینجور مواقع بهتره که یاد بگیریم خودمون رو بیشتر بشناسیم، یاد بگیریم که خودمون با چیا بیشتر حال میکنیم، با تنهایی خودمون لذت ببریم، مثلا نقاشی بکشیم، آهنگ بخونیم، شعر بنویسیم، هر چیزی که ممکنه بهمون کمک بکنه، یه چیز جدید رو یاد بگیریم. و به جای اینکه به آدم‌هایی باشیم که صرفا ما رو از تنهایی در میارن، ممکنه که دوستای خوبی برامون نباشن، با کسایی باشیم در حالا آینده که دوست پیدا کردیم که بهمون حس خوبی میدن، که باعث پیشرفت ما میشن نه باعث پس رفت ما. و یه نکته ای هم می‌خواستم بهتون بگم در رابطه با یکی از کامنت‌های بود که از بچه‌ها گرفتم که میگفتش که الان دوستی خیلی عین ترازو شده، بعد ببینن که چی میده اونی که چقدر میگیره. واقعیت داستان همینه، واقعا دوستی مثل یک داد و ستده، تو باید حس خوبی بدی و حس خوبی بگیری. نمیتونی انتظار داشته باشی که یک نفر بیاد تو زندگی تو به عنوان یک دوستی که بدون هیچ وظیفه‌ای کنار تو باشه و بهت حس خوب فقط بده. اگه یه بار اونطور دعوت کرد تو باید اون دفعه دعوتش بکن. مثلا اگه میری بیرون با هم دیگه بستنی میخورین، ترجیح میده که اون برای تو حساب کنه، سری برای تو برامون حساب کن. و اینطوری میشه اون دوستی رو روی اون تعادل نگه داریم و یه جوری نباشه که یک نفر فقط داره از انرژی خودش، از احساسات خودش، از هزینه سرمایه خودش پرداخت میکنه و هیچ چیزی هم نمیگیره. وقتی که اون ترازو تعادل داشته باشه، اون دوستی هم ماندگارتر. این راهکار رو دنبال بکنین تا بتونین خیلی زود یه دوست خیلی خوب پیدا بکنین. و یادتون باشه، دوباره بهتون میگم که پیدا کردن دوست نیاز به صبر داره. نباید اول نفری که میری بیرون سری باش دوست بشی، با هم دیگه جون جونی بشین، بعد سری هم رابطتون از بین بره. پس حواستون به همه این نکات باشه. و بارون گرفت. یه خوی بارون شدیدی گرفت. من چون لپتاپ اینا همراهم بود، بعد سری میرفتم چه طرف پناه میگرفتم. حالا الان بارون بند اومده. کلا خیلی هوا دیون است. ولی خب میخواستم بهتون بگم که اگه که این ویدیو رو دوست داشتین و به درتون میخوردش، حتما به هم بگین و نظر خودتون هم مثلا کامنت بکنین. به خاطر اینکه موضوع پیدا کردن دوست خارج از کشور وقتی که مهاجرت کردین خیلی مهمه و یه موقعی میتونه واقعا رو سلامت منتالیمون، سلامت روانمون تاثیر بذاره. از اینکه انقدر کلمات انگلیسی استفاده کردم معذرت میخوام. دلیل اصلش اینه که یه سری از این چیزایی که میگم و حتی راجعشون فکر میکنم و سعی میکنم انگلیسی فکر کنم و خب این پیش میاد دیگه. همین دیگه، تا ویدیوی بعدی، خدافظ.